خب بیننده برنامه روی خط هستید در این سه شنبه و بحث ما در واقع می‌خوایم نظرات شما رو بشنویم بر درباره صحبت‌های امروز آقای اوباما رئیس جمهوری آمریکا در اجلاس سازمان ملل سخنرانی کرده در افتتاحیه این مراسم و خب بخش مهمی از صحبت‌های ایشون حدود بیش از 6 دقیقه از صحبت‌های ایشون به ایران اختصاص داشت و نگاهی که ایشون داره انتظاراتی که داره و البته به برخی تحلیل کردن که خیلی نگاه مثبتی داشته. بریم سراغ بیننده‌هایی که روی خط آمدن و نظر اونها رو بشنویم. وحید از اتریش دیگر بیننده است که از طریق اسکایپ روی خط ماست. آقای وحید سیدی من جناب بخیر. خواهش می‌کنم. من خواستم از اینجا پیامی رو که 88 زندانی سیاسی نامه سرگشاده‌ای رو که به آقای اوباما دادن و به آقای حسن روحانی همین اعلام بکنم خدمتتون و اینکه توی این نامه درخواست شده از آقای حسن روحانی که فرصت رو غنیمت بشمارن و همینطور به آقای اوباما که فرصت دوباره بدن به ایران و به سران ایران که بتونن این ارتباط رو برقرار بکنن و بخشی از التیامی باشن بر زخم بزرگی که روی جامعه ایرانی هست و باری رو که به دوش میکشن و همینطور به ضربه هایی که به اقلیت های مذهبی در ایران نوکیش های مسیحی میخوره، به دراویش گنابادی میخوره، به یهودی ها و زرتشتی ها میخوره، اینها رو مد نظر داشته باشن و بالاخص به ظلم ها و جفاهایی که به دراویش گنابادی اخیراً داره میشه، اینها رو مد نظر داشته باشن. امیدوارم که انشاءالله این اتفاق مبارک و میمونی باشه و اینکه طعم صلح و آرامش به جامعه ایرانی و نصیب جامعه ایرانی بشه انشاءالله. متشکرم که آمدید روی خط نظر دادید. و محمد رضا که گفته اوباما لحن بسیار مؤدبانه و بی‌طرفی داشته، گفته تا حالا نشده بودم که رئیس جمهور یک کشور غربی از کشته شدن ده‌ها هزار ایرانی با استفاده از سلاح‌های شیمیایی بگه. گفته تاکنون هیچ کدام از رؤسای جمهور آمریکا به دخالت در امور داخلی ایران و برکناری دولت مصدق اشاره نکرده بودند که اوباما این کار رو انجام داد. اوباما به جای اینکه بگه ایران کشور منزوی است، گفت آمریکا و ایران هر دو نسبت به همدیگه منزوی شدند. به نظرم صحبت‌هاش یعنی برداشت 10 قدم به سمت ایران و دراز کردن دست به سوی سران جمهوری اسلامی ایران. نظر محمد رضا بود آرش. خب سیاوش از تهران دیگر بیننده است که روی خط ما. سیاوش نظر شما رو بشنوید. سلام می‌خوام به شما آقای سیاوشی و همه بیننده‌های عزیزتون. نظر من در رابطه با صحبت‌های آقای اوباما که امروز ایراد کردن اینه که اولا اینو من بگم که چند دقیقه ابتدایی صحبتشون من ترجمه BBC فارسی داشتم گوش میکردم چون ترجمه اصلا خوب نبود. اینا من اومدم از شبکه BA دنبال صحبت رو شنیدم و تشکر میکنم خیلی ترجمه بهتر سوشیاری چون ترجمه BBC فارسی خیلی در ورزنه بود کسی کنم بعضی جاهاش خصوصا اون جاهایی که من نمیدونم. سیاوش ممنونم آمدی روی خط. من نمیدونم این چه اصراری برخی از بینندگان دارن که بیان روی خط، مثلا بیان روی خط صدای آمریکا بگن BBC اینجوری بوده اونجوری بوده، لا بودن میرن BBC میگن صدای آمریکا اینجوری بوده اونجوری. بابا این اخلاقو بذارین کنار، بیان توی خط روی این برنامه اگر نظری دارین دیدگاه خودتون رو بیان کنید. من فکر میکنم اگر نمیخواین دیدگاه خودتون رو بیان کنید هراسی از یه ماجرایی دارید. شاید فکر کنید دیدگاهتون اونقدر دیدگاه قوی نیست، به همین دلیل میخواین با این بحثای انحرافی موضوع رو به انحراف بکشونید. خواهش میکنم اگه میاد روی خط درباره موضوع نظر بدید. بارها دیدید، شاهد بودید که به موافق و مخالف ما هیچ واکنشی نشون نمیدیم. در واقع میخوایم میزبان باشیم، میزبان نظرهای شما. بنابراین خواهش میکنم با بحثهای حاشیه‌ای وقت خودتون و ما و بینندگان رو نگیرید. رویا؟ و نظر پوریا که گفته اوباما درباره ایران از موضع تکریم صحبت کرد و نه تهدید، این کاربر نوشته. حالا باید ببینیم روحانی چطور صحبت میکنه. البته به نظرم، یعنی به نظر پوریا، آمریکا باید از این روزنه ایجاد شده بیشتر استفاده کنه. شرایط ایران مثل آمریکا ثابت و قانونمند نیست و همین فرصت هم به سختی ایجاد شده. پوریا نوشته در رژیم ایران خیلی ها دوست دارن گفتگوی ایجاد نشه و تیره آقای روحانی و مردم به سنگ بخوره. گاهی حس میکنم یه جورایی به روحانی اجازه دادن که برای مذاکره اقدام کنه و نتیجه نگیره که بعد بگن دیدین ما حق داشتیم، هیچ ارتباطی برقرار نخواهد شد. خب بریم به مشهد. حمید روی خط هست. امروز یه حمید داشتیم، یه حمید الان مشهد، یکی دوتا بیننده دیگه هم هستن. خب بشنویم نظر شما رو.
سلام، درود بر شما. خواهش میکنم، نظرتون رو میشنم. من خواستم در مورد یک جمله که اونوز آقای اوباما گفتن صحبت کنم، همین محکومیت سلاح شیمیایی. واقعا کار خوب و پسندیده که رئیس جمهور یه کشور قدرتمند اومد در سلاح شیمیایی رو محکوم کرد استفادهش رو، ولی خب این سابقه تاریخی داشته که مخالفت همه کشورها به سلاح شیمیایی. اما خب یه سوالی که اینجا هست، آقای اوباما اومدن و جنگ ایران و عراق رو هم ذکر کردن، سلاح شیمیایی که عراق علیه افراد ایرانی استفاده کردن، چه رزمنده ایرانی که تو جبهه ها بودن و چه مردم عادی، خب اینو محکوم کردن، خیلی کار پسندی بود. اما خب این یکی نیشداری بعد مرگ سهرابه، چرا اینو در زمان جنگ محکوم نکردن؟ خب دلیلش ساده است، همین دلیلش ساده است، اون موقع آقای اوباما رئیس جمهوری آمریکا نبودن. مرسی که آمدید روی خط نظر بدید. رویا و صدرا که نوشته، نکته ای که توجه منو، یعنی توجه صدرا رو جلب کرده، اینه که توی کل صحبتاش، صحبتای آقای اوباما، فقط اسم 3 یا 4 رئیس جمهور دولت گفته شد، از جمله پوتین، روحانی و محمد مرسی. از بین اونها اسم بقیه رو یک بار گفت، اما اسم روحانی رو 3 تا 4 بار به زبان آورد و همش به نوعی مثبت بود. صدرا نوشته فکر میکنم که این اتفاق خوبی باشه. و همینطور سیامک نوشته گوش کردن به حرفای اوباما در سازمان ملل آدم رو به این نتیجه میرسونه که در دنیا فقط 2 کشور وجود دارن و نه بیش، ایران و آمریکا. به نظرم بقیه کشورها فقط تماشاچی هستن و تنها مسئله مهم در دنیا ارتباط ایران و آمریکا. حالا در اینکه ایران و آمریکا رابطه‌شون و بحثشون مهمه شکی نیست، ولی دیگه اینجوری هم نیست که بقیه کشورهای چی نیستن. در حال تو در قالب بحثایی که توی سازمان ملل میشه، بحثای مهمی مطرح میشه. حالا بحث خود اختلاف فلسطینیا و اسرائیل خودش بحث مهمی است، و دیگر کشورها که حالا اگر کسی علاقمند باشه حتما دنبال میکنه و مطمئنم که دنبال خواهند کرد. رضا از رشت بیننده دیگری است که روی خط ماست. رضا، نظر شما رو بشنوید. الو، خواهش میکنم بفرمایید. سلام، میشنویم نظرتون رو. سلام علیکم. خواهی سیگان چی صحبتی من داشتم این بود که یه توضیح قبلش داره، یه منطق اقای اوما مطرح شدن تو صحبتشون، من با مثال اون منطق رو میخوام بیان کنم، بعد نتیجه بگیرم از این منطق. آقای روحان گفتن ما برای این که بتونیم یه کاری تو سوریه انجام بدیم با دقت، متن آقای فرهودی این بود، آقای روما گفتن من با دقت انتخاب کردم که یک حمله محدود به سوریه داشته باشم به خاطر اینکه منافع آمریکا و دنیا در خطر بود. سوالی که واسه من پیش اومد این بود که اگه یک کشوری با این منطق احساس کنه منافعش به خاطر فعالیت آمریکا در خطره، میتونه به خودش حق بده که به کشور آمریکا حمله کنه؟ و اگه این منطق درسته، ما نباید این منطق عامل جنگ افروزی دنیا ببینیم؟ ما نباید دیگران که میان مثل این گروه های تروریستی، مثل کشورهایی که به کشور دیگه حمله میکنن، حق بدیم بر اساس این منطق دیگری حمله کنن؟ به نظر من البته اینجوری از چنین منطقی نباید انتظار داشت که چرا از اسرائیلی که 60 سال داره توسط همین آمریکا بدنامه و تو میشه حمایت نشه. واقعا آمریکا باید با این منطقه از اسرائیل حمایت کنه. نکته بعدی که من داشتم، صدا میاد آقای دیواچی؟ بله، کاملا داریم میشنویم نظر شما رو، هم من و هم بینندگانم. متشکرم. نکته بعدی که من داشتم این بود که الان چون دون بیننده قبلی شما گفتید آقای روما هم چه حرفی نزد، من داشتم دوباره فیلم این برنامه رو میدیدم، دوباره آقای روما، من صحبت کرده آقای روما استفاده میکنم، میفهمم که ما واقعا میخواهیم به یک به حق ملت ایران به رسمیت شناخته بشه. حالا نکته‌ای که اینجا هست اینه، خب اگه این حق ملت ایران هست، چجوری باید به رسمیت شناخته بشه؟ اگه حق ملت ایران نیست، خب حقش نیست دیگه. شما این وسط این چه کاری؟ من میخوام بگم که وقتی اگه حق ما هست، نیاز به رسمیت شناخته شدن نشدن نداره. حق ما دیگه چی الان سر چی داریم معامله میکنیم؟ به تجربه اینکه دیپلماسی یک معامله است، ما الان سر چی معامله میکنیم؟ یعنی آقای اوباما چه امتیازی میخواد به ما بده و چی میخواد از ما بگیره؟ ممنونم آقای رضا که آمدید روی خط نظر خودت رو بیان کردید. حداقل بعد از 2-3 تا زنگ که به شرق و غرب وصل میکردن ماجرا رو، رضا اومد نکته خودش رو گفت، سوال خودش رو مطرح کرد. حتما اگر بینندگان دیگری نظر دارن بخوان پاسخ بدن، میتونن بیان نظر بدن، اما ترجیح میدم که من نکته‌ای بهش اشاره نکنم. رویا؟ نه، نظر حسین که گفته سخنرانی آقای اوباما
خیلی امیدوار کننده بود و اگه این موضع‌گیری تداوم داشته باشه و اعتماد سازی به وجود بیاد، در 6 ماه آینده شاهد باز شدن قفل قطع ارتباط بین ایران و آمریکا خواهیم بود. البته سخنرانی آقای دکتر روحانی هم از نظر حسین خیلی مؤثر و سازنده خواهد بود. همطور علیرضا گفته به نظر من اوباما برای دوستی پیش دستی کرد و این اتفاق خیلی خوبی از نظر علیرضا. و همینطور مشتبه که گفته آقای اوباما کاملا شفاف صحبت کرده و اما متاسفانه دید منفی که در طول سالها نسبت به آمریکا از طریق رسانه‌ها ایجاد شده به خیلی از مردم و سران اجازه نمیده که این صحبت‌ها رو قبول کنن. این کاربر گفته ولی خیلی از نداشتن روابط ایران با آمریکا سودمند و بهره‌مند هستن. بریم به سراغ بیننده‌هایی که از اسکایپ روی خط ما هستن. بهنام سلام به شما، نظرتون رو بشنوید. آقای بهنام صدای من رو میشنوید؟ امروز نظرم رو بگم. خواهش میکنم. متاسفانه آقای اوباما توی نقشه که آقای روحانی کشیده بودن افتادن و یه چراغ سبزی رو دادن که این چراغ سبز باعث شد که اینجا حالا قیمت دلار و یک فرصتی پیش اومد که حالا اقتصاد داخلی یه ذره وضعش خوب بشه. البته این جای خوشحالی داره، ولی توی ادامه وقتی ما نظرات توی مقاماتی که توی سپاه هستن رو داریم میبینیم، اونها نرمش قهرمانانه رو مذاکره با آمریکا برای محو اسرائیل اعلام میکنن. متاسفانه دوباره من بازم باید بگم متاسفانه که آقای اوباما تو این نقشه گرفتار شدن و یه چراغ سبزی دادن که این دوستان دوباره وضعیت اقتصادی داخلی رو رونق بدن تا دوباره به نیروهای حزب الله و سایر نیروهای تروریستی دوباره بتونن کمک کنن. تا متاسفانه بگم بازم نمیدونم چی بگم، از این قضیه خیلی ناراحت هستم، فقط خواستم نظرمو بگم. باشه، فقط من از صحبت شما احساس میکنم که خوشبین نیستید به این رویه. 100% خوشبین نیستم. 100% مطمئن باشید تو روند انتخابات هم ایشون هم عنوان کردن که ما نباید همه کارها رو جلوی چشم همه انجام بدیم، همه نباید بیایم کارهایی که در مورد انرژی اتمی داریم انجام میدیم، تو بمب‌های هسته‌ای می‌خوایم بسازیم، اینها رو بیاریم جلوی چشم. اینها معمولاً روند این مذاکرات رو مختل می‌کنن، مطمئن باشید. من هیچ نظر مثبتی روی این قضیه ندارم. ممنونم بهنام که آمدید روی خط و نظر دادید. رضا گفته صحبت‌های مثبت آقای اوباما کاملا محسوس بوده و به جای امیدواری رو برای مردم ایران باز کرده. این کاربر گفته بی‌صبرانه منتظر صحبت‌های آقای روحانی هستم. فکر می‌کنم یک ساعت دیگه آقای روحانی در سازمان ملل سخنرانی خواهند کرد که اون هم حتما خبرساز خواهد شد. اما ابشین که نوشته اینکه در گذشته سیاست آمریکا چه بوده یا سیاست ایران چه بوده مهم نیست، مهم این است که سیاست فعلی دو کشور دوستی و ارتباط با یکدیگر است. صحبت‌های آقای اوباما به طور خلاصه این بود که هر کشوری که احترام به حقوق بین الملل و حقوق بشر بگذارد از طرف جامعه بین الملل مشروع است. حالا باید منتظر سخنان دکتر روحانی باشیم و ببینیم آیا می توانیم به جامعه بین الملل ثابت کنیم که ما کشوری آزاد، بزرگ و تابع همه قوانین بین الملل هستیم. این کاربر گفته البته سخنان دکتر روحانی شوره مسئله است و باید در آینده دولت ما با برنامه ریزی به سمت این هدف حرکت کنه. اما خب ما بخشی از صحبت‌های آقای اوباما رو گوش کردیم، به هر حال شاید برخی از بینندگان ما فرصت نداشتن در اون ساعت ببینن. من یه بخش دیگه از صحبت‌های ایشون رو انتخاب کردم. رئیس جمهوری آمریکا به نکته اشاره کرد، گفت ما پیام‌هایی از ایران می‌شنویم که به نظر می‌رسه با سیاست‌های گذشته این کشور فرق داشت و الان وقت عمل هست. این بخش از صحبت‌های آقای اوباما رو ببینیم، برمیگردیم بحث رو با شما بینندگان ادامه میدیم. ما تشویق شدیم که پرزیدنت روحانی در واقع یک منشوری از سوی شهروندان ایران دریافت کرد که مسیر خودشو ادامه بده و من از جان کری خواهش کردم که این مسئله رو با دولت ایران دنبال بکنه، با همکاری نزدیک با اتحادیه اروپا، با آمریکا، با فرانسه، با آلمان، با روسیه، با چین. موانعی که هست ممکنه خیلی بزرگ بنماید، ولی من واقعا معتقدم که مسیر دیپلماتیک باید به محک آزمایش گذاشته بشه. وضع فعلی فقط میتونه انزوای ایران رو بیشتر بکنه، ولی تمایل ایران برای انتخاب یک مسیر دیگه میتونه کمک کنه، میتونه کمک کنه به مردم ایران که بالقوه به اون استعدادایی که دارن دست پیدا بکنن.
بیننده برنامه روی خط هستید. در این سه‌شنبه واکنش‌های شما رو می‌شنویم درباره صحبت‌های امروز آقای اوباما. اما بریم به آلمان. خانم آناهیتا روی خط هستند. خانم سلام. خسته نباشید، خیلی ممنون از برنامه خوبتون. در واقع من نظری که دارم در مورد برنامه هسته‌ای ایران، من فکر می‌کنم که رهبر ایران آقای خامنه‌ای در واقع متوجه این امر شده که باید یه عقب نشینی بکنه و من امیدوارم که در واقع یک سری توافقایی توی این سفر آقای روحانی داشته باشن و این قضیه نقش خیلی مستقیمی داره توی تحریمای که ضد ایران هستش داره و این هم به نفع مردم ایران در داخل ایران، هم به نفع مردم ایرانی که ایرانی هایی که در خارج از ایران هستن. اما در زمینه حقوق بشر من فکر میکنم من صدای خانم آناهیتا مثل اینکه ارتباط رو متاسفانه قطع شد، امیدوارم همکاران من داشته باشن. دوباره خانم آناهیتا رویا و نظر محسن که نوشته اوباما در مقایسه با رؤسای جمهور قبلی آمریکا فردی ملایم هستش، گفته این درست، اما اوباما آدم هفتیرکشی هم نیستش، گفته این هم درست، اما با همه اینها نشانه ها و علائم مسالمت جویانه در سخنرانی امروز او برجسته تر از انتظاری بود که همه داشتن. و همینطور فروهر گفته میتوانم بگویم سخنان شایسته ای بیان کردن، اما امیدوارم در کردار دولت ایالات متحده آمریکا نیز این سخنان نمود پیدا کنه و به طور قطع انتظار رو نیز از ایشان داریم که غرور ملت ایران در نگاهداشت داشته هایشان آسیب نبیند. و اما در توییتر پدرخوانده نام کاربری هستش که توییت کرده، گفته حرف اوباما این بود که بدون کمک ایران و روسیه مشکلات سوریه برطرف نخواهد شد. خب می‌دیدم تو خبرها که پرس تی وی گفته که امروز مثل که آقای روحانی به خاطر سرو مشروب توی ضیافت نهار حاضر نشده، پروتکلی هست که معمولاً مسئولان جمهوری اسلامی سرش حساسیت دارن. اما آیا همکاران به من بگن که ارتباطمون با آناهیتا برقرار شده یا خیر؟ خب خانم آناهیتا من عذرخواهی میکنم، ارتباطمون با شما قطع شد، دوباره ارتباطمون برقرار شده، بشنویم نظر شما رو. اما بحثمون میخواستم در زمینه حقوق بشر در ایران و احقاق حقوق بشر در ایران ادامه بدم که من فکر میکنم در واقع ما یک قضیه رو نباید فراموش بکنیم که هفته قبل، یک و دو هفته قبل از سفر آقای روحانی یک سری آزادیهایی به زندانیهای سیاسی میدن که این در واقع یک پیام غیر مستقیم یا حتی میتونیم بگیم مستقیم قبل از سفر آقای روحانی در واقع به امریکا و کلاً به جهان هستش که در این سفر بحثی در زمینه حقوق بشر در ایران به اجرا در نیاد و آقای اوباما هم این در واقع پیام رو به خوبی دریافت میکنه. به این معنا نیستش که در واقع به این باور هست آقای اوباما که خب همه اوضاع حقوق بشر الان خوب هستش در ایران و این قضیه ادامه پیدا میکنه، ولی در واقع این یک پیامیه که من فکر میکنم جمهوری اسلامی با هوشیاری و آگاهانه این رو به آقای اوباما میده و آقای اوباما هم این بحث رو اصلا به وجود نمیاره. به همین دلیل من فکر میکنم در زمینه احقاق حقوق بشر من اصلا خوشبینی ندارم که این سفر بتونه یک سری مسائل خوبی رو برای ایرانی ها به وجود بیاره و این نظر من هستش. ممنونم خانم آناهیتا از آلمان. اما نظر فرهاد که گفته امروز اوباما به هیچ وجه از مواضع خودش کوتاه نیامد و فقط کمی لطافت بیشتر داشت و به نوعی از طریق دیپلماسی خواست به جوامع بشری و به خصوص ایران و دولت مردانش بفهماند که ما همچنان بر سر مواضع خودمون استوار هستیم و با هر گونه عملیات تروریستی برخورد میکنیم. در ضمن اوباما امروز در بیانات خود به طور واضح اعلام کرد که همچنان حامی اسرائیل هستش. این کاربر نوشته آمریکا اگر امروز کمی لطافت درباره سوریه نشان داد فقط به خاطر ضررهای اقتصادی بود که در جنگ با سوریه به دنبال داشت. اما گفته باید اضافه کنم که دولت آقای روحانی و جمهوری اسلامی رو در وضعیت کیش و مات قرار داده. گفته من تعجب می‌کنم که بعضی از دوستان همچنان منتظر چراغ سبز آمریکایی‌ها هستن و اصلا متوجه نیستن که اوباما امروز با صراحت اعلام کرد که ما در امور داخلی کشور ایران هیچ دخالتی نمی‌کنیم و امور مملکتی هر کشوری به دست خود آن کشور هستش. خب زمان زیادی به پایان برنامه نمونده، اما بینندگان ما همچنان روی خط هستن و امیدوارم که فرصت بشه با بیشتر اونها صحبت کنیم. حسام از ایران بیننده دیگه ایش که روی اسکایپ داریم. حساب نظر شما رو بشنویم.
خب مثل که ارتباط ما با حسام قطع شده، بریم به سراغ آقای طباطبایی بیننده دیگری که از آمریکا روی خط هست. الو سلام علیکم. بفرمایید آقای طباطبایی. آقا من در مورد صحبت‌های آقای اوباما، بله صحبت‌های متینی کردم، ولی به طور باستر رسیده‌تر صحبت نکردم. تروریسم بین الملل، زندانیان سیاسی، حقوق بشر و مذاهب، باید اینه به طور باستر صحبت بکنم. ولی در مورد آقای روحانی هیچ خوشبین نیستم، چون آقای روحانی، آقای دکتر روحانی، ایشون حامل پیام هست از طرف آقای خامنه ای، نه از طرف ملت ایران یا خودشون بتونن صحبت بکنن. اینا حامل پیام هستن، چه ایشون چه دکتر محمود احمدی نژاد و تمام. خب آقای طباطبایی فکر نمی کنی تفاوتی هست؟ خب اگر اون موقع آقای احمدی نژاد هم پیامی آورده بود، پس چرا کسی توجه بهش نمی کرد؟ خب اونش دیگه به غیاب خود ملت میدونه و خود آقای خامنه ای. ممنونم. آقای طباطبایی بیننده‌ای بود که از آمریکا روی خط بودن. دوباره برمیگردیم به توییتر. سعید توییت کرده، گفته سرمایه‌گذاری سیاسی اوباما بیشتر از انتظار من بود، یعنی از نظر سعید بیشتر از انتظار سعید بود، و گفته خودش و حزبش خیلی تحت فشار قرار میگیرن اگر سرمایه‌گذاریشون به نتیجه نرسه. و همطور لقمان که نوشته چیز تازه‌ای نگفت، بیشتر حرفاش تکراری بود و بیشتر چیزایی رو که ما میدونستیم در سخنرانیش گفت. و همینطور ولی که نوشته یعنی فقط بمب اتمی ایران نسازه در داخل حل برای بر سر ملت ایران اوورد، برای اوباما مهم نیست فقط منافع آمریکا و اسرائیل به خطر نیفته و در داخل ایران آزادی و بگیر و ببند و شکنجه و قتل هر اتفاق افتاد، این از نظر جهانیان مهم نیست. این هم سوالی بود که ولی پرسه بود. و اما حامد گفته حس گفتارشون نسبت به گذشته که با سیاست تهدید و اعاب میخواستن اهدافشون رو پیش ببرن بهتر شده بود، این نظر حامد بود. گفته ولی تا یکی از طرفین گام اول رو برنداره عمل نه حرف. این تاکید این کاربر بود، گفته این حرفا کار به جایی نمیبره، در خصوص عدم اعتماد نسبت به هم آمریکا ثابت کرده که نمیشه اطمینان کرد. و همطور آمریکا میتونه قدم اول رو برداره تا ایران رو امتحان کنه، ایران هم باید از بعضی از حد و حدودهاش چشم پوشی کنه. این نظر حامد بود. خب حسام بیننده بود که ارتباطمون قطع شده بود رو اسکایپ. حسام نظر شما رو بشنویم. سلام، خسته نباشید. خواهش میکنم بفرمایید. الو سیگارچی؟ بله بله میشنویم نظر شما رو. خسته نباشید. من بیشتر یه دونه خواسته داشتم تا این نظر از آقای اوباما. من میخواستم چون وضعیت حکومت و وضعیت سرانه ما مشخص، حالا صحبتایی هم که آقای روحانی میخوام بکنن یه جوری دیکته شده بیشتر تا صحبتای خودشون. بیشتر میخواستم وضعیت مردم، یعنی صحبتای مردم، حال و اوضاع خود مردم رو بیشتر روش نظر داشته باشن یا صحبت های مستقیم خود سرانمونه. من بیشتر نظرم روی این آقای اوباما زیاد مانور ندن روی صحبت های آقای روحانی یا هر سران مملکت ما که میخوان صحبت کنن، بیشتر حال و اوضاع الان مردم ما رو بیشتر مقیاس بکنن، یعنی برایشون مهم باشه یا صحبت های سران ما. بیشتر من اینو خواستر ازشون دارم و واقعا عاجزانه من ازشون میخوام، یعنی هیچ نظر یا صحبت یا دلیل و منطقی که از ذهن سران ما در میاد هیچ کدام براشون معیار نباشه توی سیاست‌های آیندهشون یا سیاست‌های الانشون. فقط من همین خواسته رو ازشون دارم. متشکرم. حساب که آمدی روی خط نظرت. و به نظر آرش آمریکا هیچ مشکلی برای مذاکره با ایران نداره، گفته اوباما خیلی شفاف صحبت کرد، همه مشکل از طرف ایران هست چون خامنه ای بخش از مشروعیتش رو با مخالفت با آمریکا به دست میاره، طول میکشه تا سپاه و بسیج و تندروها نرمش از خودشون نشون بدن. و همینطور بهروز که معتقد خیلی روک آقای اوباما حرفاشو زده و یعنی اینکه آمریکا با هیچ کشوری تعارف نداره، تنها اگر ایران قدم مثبتی در شفاف سازی برنامه هسته‌ای برداره آمریکا هم یک قدم به سوی بهبود روابط حرکت میکنه. این کاربر گفته البته به نظر میرسه آقای روحانی هم آمادگی رو داره که موضع هسته ایران رو از بن‌بست خارج کنه و تهش ابراز امیدواری کرده که این اتفاق بیفته. آرش خوب، خانم پروین از مریلند آمریکا در همین همسایگی ما روی خط هستن. خانم پروین بشنویم نظر شما رو. سلام قربون. نظر من راجع به صحبت آقای اوباما است که میگفت که رژیم ایران رو تغییر نخواهیم داد، یکی نیست به این آقا بگه پس حکومت قبلی رو سیاست شما تغییر داده.
شما کنار گود نشستی و میگی لنگش کن. ملت ایران در بدبختی دارن به سر میبرن. اینی که من اعتراض به این صحبت دارم. متشکرم خانم پروین که آمدید روی خط نظر دادید. حامد از شیراز نمیدونم ارتباط مدتی روی خط ماست. بشنویم نظر شما رو. درود بر شما آقای سیاچی. خواهش میکنم بفرمایید. آقای سیاچی در رابطه با موضوع رابطه ایران و آمریکا به نظر من شما برنامه شما آقای حمید شما صحبت های آقای عمر رو گوش کردین؟ بله بله صحبت های آقای عمر رو گوش کردم. خب من یه نظری دارم الان در رابطه با همین موضوع هستش. ببینید به نظر من الان خیلی‌ها فکر می‌کنن که بعد از رابطه با آمریکا ایران یک کویت میشه، مثل بعضی از این کشورهای عربی که الان می‌بینیم خیلی راحت به منافعش رسیدن، نفتشون هم داره به فروش میره. من می‌خوام یه اشاره بکنم به پیام جناب شاهرزاد رضا پهلوی که دیروز به مناسبت روز اول مهر صادر کردن. یه خلاصه از اینو براتون میخونم. آقای حمید ربطی نداره فکر میکنم این پیامی که میخواید بخونید به موضوع برنامه. باز حالا دیروز که اول مهر بود اگر زنگ میزدید فکر میکنم یه ذره ربط داشت. ممنونم که آمدی روی خط. بعضی از این بینندگان متاسفانه هر روز زنگ میزنن، حالا متاسفانه باز میخوام بگم یه نکاتی میگن که ربطی به برنامه نداره. اگه قطعشون کنیم همون اول میگید که خب این شایبه ایجاد میشه که چرا قطع میکنی. اگه قطعشون نکنیم متاسفانه اینقدر بعضی وقتا بحثو به انحراف میکشونن که جمع کردن بحث خیلی کار سختی. به هر حال اینم یه ذره از مسائل کار خود ماست. و هم نظر داوود که گفته بی اعتمادی که از طرف ایران پیش اومده دلایل متعددی داره که در راستای دشمن سازی و غرب پرستی برای مردم ایران بوده که خوشبختانه هرگز هم نتیجه نداده و برعکس مردم ایران هر روز مشکلات خودشون رو به دلیل دور بودن از آمریکا دونستن و علارغم اینکه سران رژیم در محافل مختلف آمریکا رو دشمن مردم ایران معرفی کردن، اما هرگز سیاستمداران آمریکایی از لفظ دشمن برای ایران استفاده نکردن و این مهمترین پیروزی تبلیغاتی آمریکایی‌ها بود که در تبلیغات خودشون داشتن آرش. خب زمان خیلی کمی هست. آقای ناصری از هلند بیننده دیگری هست. اگر امکان داره خیلی کوتاه نظر شما رو هم بشنوه. بله. من فکر می‌کنم که نظر آقای با ما خیلی مثبت بود، ولی چیز جدیدی نبود. نه چندین ساله که این حرفا رو تکرار می‌کنن. نظرشون مثبت در رابطه با تماس با ایران و ارتباط با ایران. ولی اینکه آقای روحانی بخواد چی بخواد بیاره بگه، اگر هم مثبت باشه من فکر نمی‌کنم چیزی رو بتونه عوض بکنه، چرا که تصمیم گیرنده در تهران نشسته و آقای خامنه‌ای فردا چه می‌دونم در دیدار با آفتابداران آبیزگاه مشهد میاد میگه که آقا جون تصمیم با آمریکا رو بنده تعیین می‌کنم، ارتباط با آمریکا رو بنده تعیین می‌کنم، فردا خون شهیدان پایمال میشه، هیچ کی اجازه ارتباط با آمریکا رو نداره. اگر آمریکا سفارتش باز بشه ما باید چمدونامون رو ببندیم و بریم. ممنونم که آمدید آقای ناصر روی خط و نظر دادید. رویا آرش تمام خبرها امروز تحت شعاع بحث اوباما قرار گرفته بود، همه خبرها رو داشتن اونا رو پوشش میدن، اما لابلای این خبرها چند تا خبر بود. یکم این دیدار آقای روحانی و اوباما بود که حدس و گماناش بود و چند تا خبرگزاری در ایران اومدن اطلاع رسانی کردن که از سمت دولت امریکا دعوتنامه‌ای برای دیدار تحویل آقای روحانی و تیمشون داده شده که هنوز تاییدیه‌ای در این مورد نیست. بله، اما حذف تیم کاتای بانوان ایران به خاطر نوع پوشش پوشش اجباریشون در مسابقات اسلامی، این یکی از خبرهایی بود که عکساش هم منتشر شد. یعنی من متوجه نشدم پوشش اضافه داشتن، یک نوع روسری اضافه داشتن که مجبور شدن با اینکه برده بودن از مصر متاسفانه حذف شدن. اما موزه فردا یا تا نیم ساعت دیگه آقای اوباما در سازمان ملل سخنرانی خودشون رو آغاز میکنن و بعد از اون خب اتفاقی که میفته، مهمترین اتفاقی که میفته اینکه همه باید گوش کنن و ببینن و فردا ما منتظر شنیدن نظر شما در مورد صحبت‌های آقای روحانی هستیم. فرصت بعد. خدا نگهدار. خدا نگهدار. شب خوش.